جیک سالیوان مشاور امنیت ملی کاخ سفید میهمان ژنرال آویخ کوخاوی رئیس ستاد مشترک ارتش اسرائیل بود مقام امنیتی دولت پرزیدنت بایدن بار دیگر بر همکاری دو کشور برای مقابله با تهدیدات ناشی از سوی ایران تاکید کرد مسئله ای که وزیر دفاع آمریکا در جلسه استماع در مورد بودجه وزارتخانه در کنگره نیز به آن اشاره کرد جزئیات بیشتر در گزارش همکارم فرهاد پولادی آقای سالیوان در دیدار با میهمان خود جنرال کوخاوی بر تعهد رئیس جمهور آمریکا در مورد اینکه ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نمی‌کند تاکید کرد در ادامه بیانیه رسانه کاخ سفید از این دیدار آمده است مقامات دو کشور در مورد چالش های امنیت و ثبات در میانه از جمله تهدیدات ناشی از فعالیت های بدخواهانه ایران در منطقه صحبت کردند و آقای سالیوان بار دیگر بر حمایت بیدریق پرزیدنت بایدن از امنیت اسرائیل و تعهدش برای ادامه تقویت مشارکت دفاعی با آن کشور تاکید کرد صفحه توییتر رسمی ارتش دفاعی اسرائیل به فارسی که اخبار دیدارهای جنرال کخاوی در آمریکا را گزارش کرده است از دیدار دیروز او با آقای سالیوان در رشته توییت هایی نوشت دو طرف در مورد چالش های امنیتی منطقه بحث و گفتگو کردند. از جمله مهمترین آنها استقرار نظامی جمهوری اسلامی در نقاط مختلف در خاور میانه و ناکامی های توافق هستهی فعلی. در ادامه این توئیتا آمده که جنرال کخاوی علاوه بر دیدار با آقای سالیوان با رؤسای آژانس مرکزی اطلاعات CIA و اداره کل ملی اطلاعات DNI دیدار کرده است که محور دیدارها با مقامات امنیتی دولت پرزیدنت بایدن ارائه راه های احتمالی جلوگیری از دستابی جمهوری اسلامی به توانایی های نظامی بوده است. مقابله آمریکا با رفتارهای ایران یکی از محورهای سخنان لوید آستن وزیر دفاع آمریکا در کمیته نیروهای مسلح مجلس نمایندگان درباره بودجه پنتاگون در سال مالی پیش رو بود. با تأکیدی که بودجه ما بر روی فضا، دفاع موشکی و سنسورهای فوق پیشرفته دارد، ما همچنین درخواستی برای مقابله با توان فزاینده موشکهای بالستیک از سوی ایران و کره شمالی داریم. بودجه درخواستی ما همچنین هزینه های عملیاتی ضد تروریستی نیروهایمان برای مقابله با تهدیدهای نه تنها ناشی از ایران بلکه از سوی داعش و القاعده در خاورمیانه و جنوب آسیا را شامل می شود. جنرال کوخاوی در اولین دیدارش پس از روی کار آمدن دولت جدید در اسرائیل به واشنگتن تا کنون با همتای خود جنرال مارک میلی و جنرال کنت مکنزی فرمانده ستاد مرکزی سنتکام گفتگو کرده است ایران در این دو دیدار از محورهای مذاکره بود فرهاد فولادی صدای آمریکا